میگن تو زندگی بعضی چیزا مثل یه لیوان آب خوردنه، همینجوری مثل آب خوردن میمونه. میخوام مثال بزنم، خیلی چیزا مثل آب خوردنه ولی بعد خوردنش اتفاقی میفته، خدا میدونه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید، پای این پادکست من بشینید و حرفای منو گوش بکنید. قبل اینکه هر عمل جراحی و زیبایی میخواید انجام بدید، این فیلمو ببینید، حرفای منو کاملا گوش بکنید، تحت تاثیر محیط قرار نگیرید. سالها با صداقت باهاتون صحبت کردم، میخوام در مورد 4-5 عمل جراحی زیبایی براتون صحبت بکنم که واقعیت ها رو در موردش بدونید. یه روز یکی بهم گفت دندونات خیلی زرده، مثل تریاکی ها میمونه. آقا به ما برخورد، به ما گفت آقا بگه، چون دهن مردمو نمیشه بست، چون تفکر مردمو نمیشه گرفت، هر جوری که بخوام فکر میکنن. بعضی اصلا اونقدر بی هویتن، هر چیزی که تو ذهنشون میاد رو زبونشون هم جاری میکنن. رفتم تو فکر، میخوام من که نبودم، اصلا برای مهم نه، من سیگارم نمیکشم. خوردن چندین بار کافی برای چندین سال باعث شد تمام دندونه من زرد شد. دندونه من خراب نبود ولی همه زرد بود. گفتن آقا بریم دندونات رو، اینجا میگن کرون، تو ایران میگن لامینیت، بریم دندونات رو لامینیت کنیم. این بر اون بر قیمت گرفتیم. آقا لامینیت دندون چند؟ گفتم آقا دو تا هم میخوام. توی خونم یه روز مهمونی بود، 3 تا دندانپزشک تو خونم بود. از یکیشون قیمت گرفتم، گفت 35,000 دلار کل دندونات. از یکیشون قیمت گرفتم شد 27,000 دلار. آخر سر به یکی زنگ زدم، گفتش نفری 15,000 دلار میگیرم براتون درست کنم. جواد اونم چون تویی، پول لابراتوار رو خودت ببر بده، کارم من برات انجام میدم. گفتم خب 35,000 دلار کجا، 27,000 دلار کجا، 15,000 دلار کش میدم، مهم نیستش که. 15,000 دلار برای خانومم، 15,000 دلار برای من، 30,000 دلار. این قیمته که دارم میگم برید چک بکنید همتون. 30,000 دلار دادیم، 4 جلسه هی با هواپیما پرواز کردم رفتم یه شهر دیگه، شنبه یک شنبه یه شهر دیگه رفتم. همه وای دندونا چقدر قشنگ شده. دندونا دیگه زرد نیست ولی دیگه معلومه که آقا دندون من نیست. باید اینو بپذیریم، دندونا سفید شده، قشنگ شده ولی نشون میده که واقعی نیستش. اما میخوام در مورد مسائل بعدش بهتون بگم. قیمت این بر دندون خانممه، قیمت این مسواک تقریبا 500 دلار بوده، تخفیف خورده الان شده 350 دلار. خب این مسواک، حالا این مسواک برای دندونای مختلفه. مثلا میگه دندونتون شسته شد، این تحت فشاره، برای لثه‌های سنسیتیو، برای دندونای حساسه. حالا کاری ندارم، اللحظه‌ای که کرون میذاری تو دهنت مراقبت‌های ویژه داره. هر شب دهن من سرویس شده، خدای من شاهده. حالا بهتون میگم، باید مسواک مخصوص داشته باشی. با این مسواک $20 نمیشه. باید مسواک مخصوص داشته باشی که مسواک میده. حتی مسواک ولش کن، هیچی آقا، این پولو یه بار میتهم میشه. آقا این دهن سرویس میکنه، کارواش انسانه. آقا کارواش یه بار داشت چشمو کور میکرد، هایپرشره، زده پشت اینجوری آب با فشار میاد. به خدا با این میتونی ماشین بشوری. هر شب من بعد اینجوری بگیرم لای دندون اپوش اپالو، آقا آینه میشه آب، زندگی میشه آب، لباسمون خیت، خوابم میاد شبا این میاد خوابم میاد. آقا درجه آخر این روی ده، خدای من شاهده، بزنی چشه یکی سوراخ میشه. حالا اینم بابا هیچی ولش کن، اینم هیچی کوشش، اینم اصلا هیچی. حالا مسافرتی هم داره برقی، اینقدر عرض میری باید ببری. اگه این کارا رو نکنی، چون ما بین این کرونایی که میذاری، الان اونم میگم، ما بین کرونایی که میذاری بکتری جمع میشه، 2 دقیقه بیماری لثه میگیری، 2 ثانیه هم دهنت بو میده. یه شب اگه اینا رو انجام ندی دهنت بو گرفته. حالا همه اینا رو زدی، میگه نخ دندون رو چنان باید بکشی لثه هم خون اومده ببین نداره. آقا لثه یه دونه عین ور میریم اینجوری، اولین مرحله با این نخ دندونه، عین ور میریم تا انتها، از انتها میام تا این ور، حساب کن خوابت میاد، فردا میخوای بری سر کار، بعد آب میاد، بعد مسواک. آقا هر شب 45 دقیقه خدا من شده با اینا کار میکنی، بعد دهانشویی الکلی هم بزنی، بعدش دهانشویی الکلی میزنی، هیکلت میسوزه. این کار هر شب ما، این زیبایی دندونه. اگه فکر میکنی که نمیتونی این کار رو هر شب انجام بدی، جون جواد این کار رو نکن. یعنی دهنتون 2 دقیقه بو میگیره، یه تیک آشغال کوچیک بمونه، لثه ملتهب میشه، ورم میکنه. یعنی باید هر روز شما تمیزی این دندونا
باید آگاه بشید. این درد سرا و این هزینه ها رو هم داره. بعدم آنی نگفتم جونتو. ای کاش می آوردم. بذارید آقا یه لحظه قطع کن. حالا نخ دندون کشیدی هیچی؟ می گفت آقا اگه این لای اینا نره دوچار اینفکشن میشه. این هم می زنم. باورتون میشه. اینو می دونید چند می خرم؟ 9 دلار می خرم دونه ای. این حالا کاری با اینا ندارم. میگم اگه همه این کارا رو میتونی بکنی برو دندونتو کرون کن. من جرمگیری میکردم هر 3-4 ماه یه بار یه حالی بهش میدادیم خوشگل میشدش، ولی تو درد سر یافتم. حالا اگه بخوام دندونامو تراشیدن دونه دونه شبیه 8 شده، خب دندونا نازک شده، اگه بخوام الانم در بیارم یه کرون دیگه روش بذارم که دیگه امکان پذیری بعد بکشم امیپلنتش کنم. امیپلنتم 40,000 دلاره. حتی نقل پولش هم نیست دیگه، طاقت دردشو ندارم خودم من شده. دندونامو تراشیدن همه رو نازک نازک کردن، دندونایی که سالم بود من کرگدن رو میتونستم اون دندونا گاز بگیرم. آقا ولش کنیم بریم در مورد یه سرجری دیگه باهاتون صحبت بکنم. این از دندون بهش میگن دوست دارید بدونید؟ بریم سراغ دومیه. ولش کن اصلا یه سرجری دیگه. میخوای مو بکاری؟ بیا اینجا پیش عمو جوان. قبل اینکه مو بکاری یه چیزایی رو باید من بهت بگم شما بدونید. بار اول که من رفتم مو کاشم 6,000 دلار پول شمردم کش گذاشتم رو میز یارو بهش دادم. ولی بار دوم یکی از دوستان خوبم دکتر بیژن واقعا معجزه‌گره، یعنی بهترین کاشت مو ابرو تو استرالیا دکتر بیژن داره، کارش نامبر وان، یعنی هنرمند. رفتم پیش دکتر بیژن گفت جواد برات مو تو میکارم. نه برای منو، برای 30 تا رفیقام هم کاش. اما در مورد مو میخوام یه چیزی بهتون بگم. شما تا آخر عمرتون دیگه شامپو معمولی نمیتونی استفاده کنی، باید یه شامپو. الان یه شامپوی من دارم میذارم، یه شامپویی که به مو حجم میده، بهش بزرگش میکنه، یه مقداری ضخیمش میکنه، اونو من دارم استفاده میکنم در رابطه با نگهداری کردنش. اما در مورد مسائل باقیش هم میخوام یه چیز بهتون بگم. اینی که میبینید اینم ماینوکسیدله، قیمتش 80 دلاره. شب به شب یه فومه بعد به سرت بزنی ماساژ بدی، بعد اینکه یعنی میتونم میخندم آقا، بعد اینکه 25 دقیقه جلوی اینا خوابیدی جلوی این کار کردی، بعد میگه تازه خسته دهنی تا اینجا باز شده خیف میای میره سراغ موت. مو رو کاشتی دیگه آقا، یه دونه کفه میزنی فوم شروع میکنی ماساژ دادن موها رو. قشنگه. الان عکس رو نگاه کنید، اینجا گذاشتم عکس رو میبینی؟ این عکس بیفور افتر موه منه. میبینید کاشم خیلی متفاوت شده، چهرم واقعا عوض شدش. اما اینو باید بزنی. حالا نمیتونی بزنی هر شب، حالشو نداری، عیبی نداره. این دارو ترکیبی ماینوکسیدل و فینستراید دادم، درستش کردن، 200 دلار دادم به لابراتوار، به اندازه 6 ماه هم درست کرده تو این کپسول ها ریخته. تا آخر عمرت شما باید اینو بخوری، اگه نخوری احتمال داره که موهات دوباره ریزش بکنه، چون تو قسمتی بوده که قبلا تو مموریش ریختن بوده. یادتونه من بار اول اینجا رفتم کاشتم موهامو خراب کردم، ولی خدا دکتر بیژن رو خیرش بده برام درست کردش، خیلی هم عالی. و این هم بهتون میگم اگه بهتون نگفتن تا آخر عمرتون زمیمه پروندتون میشه. اینجوری یه دونه باید هر روز از این بخورید. این البته ترکیبی کمبینیشن ماینوکسیدل و فینستراییده. حالا ولش کن اصلا. آقا گفتیم حالا اینجا رو عمل کردیم ردیف شد. دکتر حمیدی دکتری تو استرالیا یه اختراع کرده. چیزی که اختراع کرده باعث بهش میگن ریگر و باعث رشد دوباره مو میشه. نگاه کنید اینو میبینید، این سوزنای ریز ریز سرشه، میخندانی. این کاری که میکنه روی پوست یه خشهایی ایجاد میکنه، پوست ملتهب میشه. برای اینکه اون قسمت ها ترمیم بشه خونرسانی بیشتر میشه و با این دارویی که اختراع کرده دوباره مو در میاد. حالا هر شب اینو اینجوری میزنی میگه آی دردت میاد، هر شب اینو اینجوری اینجوری رولر بهش میگه اینجوری میزنم خب گوش کن صدا خشخشش میره تو کلت میفهمی. بعد یه دونه اینجوری از این میزنیم، بعد اینجوری یه ماساژ تموم شد. ولی واقعا مو رو پر کرده. دارم میگم بهتون مینتننسش یه داستانایی داره. حالا اینو بگذاریم، آقا مو ردیف شد، دندونم ردیف شد. ما میگیم خانومم رفتش اینجا پیش دکتر، دکتر دندان پزشکش بهش گفت هر جفتمون کرون کردیم. دکتر دندان پزشکش گفت شما هر 6 ماه یه بار بهت گفت دیپ کلینینگ بعد بکنی؟ بستگی داره، اونایی که حساسیت دارن 3 ماه، اونایی که حساسیتش کمتره 6 ماه. حالا ما میگیم 6 ماه. قیمت دیپ کلینینگش میدونی چقدر بود؟ متخصص لثه است، 2,000 دلار خدای من شاهده.
یعنی شما سالی 4000 دلار فقط پول دیپ کلینینگ تو استرالیا بردی. اصلا برو جای چیپش، عینه که گوشه خیابون میشینه. 1500 اونا. به خدا اصلا زیر 1000 دلار هم نمیتونی شما پی. اینجا به دندان پزش، به دنتیست بگی های، میگه آقا بذار 1000 زمین. خب این از این میگم دیپ کلینینگ هم داره، هر 6 ماه باید بری کنارهای لثه رو بتراشن، تعمیر کنن داخلشو. این از این. بریم سراغ یه عمل دیگه. من کردم آقا، دارم بهتون میگم، من نمیگم نکنین ها، قیافتون عوض میشه، حالشو میبری، اصلا مهم نیستش، ولی دارم میگم بدونین. آقا من رفتم بلفارو، نگاه کنین این عکسو میبینید اینجا، اینم عکس قبل منه، اینجا که بلفارو عمل کردم، این خطه رو میبینید اینجا، این برای بلفاروه. حالا عمل بلفارو عمل افتادگی پرک چشمه. چی شد من رفتم بلفارو عمل کردم؟ من یه جایی کلاس میرم یا هم کلاسی هم، من گفتم برای چی تو خوابت میاد همش؟ گفتم من خوابم نمیاد. نه خوابت میاد، چشات اینجوریه. هی رفتم جلو آینه اینجوری کردم، اینجوری کردم، به خواهرم زنگ زدم گفتم آره همه هی میگن خوابت میاد. گفتم ما خانوادگی افتادگی چش داریم. حالا خواهرم خوش ده تا عمل زیبایی کرد، ما خانوادگی افتادگی چش داریم. آقا زنگ زدیم به دکتر بیژن، دکتر بیژن فدای تو بشم، همینی که موه ما رو کاشت. گفتم دکتر اگه راه داره عمل بلفارو انجام میدی؟ گفت بعد پاشی بیای جواز سیدنی. آقا پاشدم رفتم سیدنی، عمل بلفارو رو انجام دادم، افتادگی پلک چشم واقعا رفت، پلک چشم شبیه بچه 10 سالش. اما میخوام یه چیز بهتون بگم، به این میگن اسکار تریتمنت یا اسکار ریپر یا هر چیز دیگه. از این کرم یه ذره اینجا میزنی، بعد پشت اینم یه رولر داره، نگاه کنی، بعد اینو کرمو که زدی بعد با این شروع میکنی اینجا زدن، اینم بعد هر شب باید تو پروندت باشه. فقط میخوام اینو بهتون بگم، هر عمل زیبایی که میکنید مشکلات خاص خودشو داره. آقا اومدیم به یک از دوستان میگونیم آقا ما قیافمون داغون شد، اونقدر رژیم گرفتیم همه جامون آب شد الا قبقبمون. گوش میکنید الان این تیکه فیلمو ببینید، همین بالا گذاشتم دارم صحبت میکنم تو پمپ بنزینم، ببینید قبقبم چقدره، دیدید؟ حالا اومدم دوباره یه زنگ دیگه، آقا به دکتر اگه میشه یه لطفی بکنید قبقب ما رو ساکشن بکنید، قبقبمون رو برده. و آقا قبقبایی که چربیشون زیاد نیست ساکشن نمیشه، ولی آمپورایی میزنیم که چربی زیر رو میسوزونه و قبقبتون میره بالا. آقا رفتیم زدیم، قبقبه کم کم کشیده شد بالا، ولی پوستا از بالا افتاده بود پایین. دوباره بعد اونم رفتیم برق، هایپو بهش میگن، رفتیم هایپوتراپی کردیم. دارم بهتون میگم همه این دردسرا، همه این مشکلا، بعد دردم داره آقا، درد شوخی نیستش، با اینکه سر میکنن نامبینگ داره اینجا رو، وقتی که اون آمپورا رو بهتون میزنن میره یهو ملتهب میشه، قبقبتون میشه انقدر. اینو دارم بهتون میگم، اینا رو بدونید قبل هر عمل جراحی که الان باب شده انجام میدید. من 4-5 انجام دادم، فقط خواستم بهتون بگم زندگی چجوری درگیر میشه، زندگی درگیر این مسائل میشه، همه اینا دیگه جزئی از زندگی تو میشه، مسافرت میری همه اینا رو باید جمع کنی با خودت ببری، اگه قرار دو شب خونه نباشی همه اینا با تو میان، ولی عملش اینا رو به خوردن، چون آدم پول داره هر کاری رو انجام نمیده. من واقعا از عمل موم راضی بودم، از عمل قبقبم واقعا راضی بودم، احایفوی که برای صورتم کردم واقعا راضی بودم، ولی دندونه واقعا زندگی من رو درگیر کرده، باورتون نمیشه. واقعا زندگی هر چند وقت یه بار باید برید تو شما دندان پزشک ببینید. تنها پیشنهادی که بهتون میکنم بعضی کارها رو اگه انجام بدیم بعد متوجه میشین. بذار فقط من یه چیزی بگم، حالا آنی هم داره میشه، میدونی من با کیا مشورت کردم؟ با کسایی که دندونشون رو درست کرده بودن، خودشون سه ماه بود کاشته بودن، خودشون سه ماه بود کرام گذاشته بودن، همه خوشحال هپی تو اکوا اینجوری، همه رفیقا اینجوری. آقا رد برو یکی سوال بکن که 3 سال این کارو کرده، 2 سال این کارو کرده، قشنگ راهنماییت میکنه. اگه یکی اینا رو به من اکسپلین میکرد میگفتش جواد این کارا رو بعد بکنی، این نگهداری رو بعد انجام بدی، شاید واقعا انجام نمیدادم. اما میخوام یه چیزی بهتون بگم و کم کم حرفامو خلاصه بکنم. از هر انسانی روی کره زمین به غیر از دوقلوها 1 دونه خلق شده. تا
تمام انسان‌هایی که کنار شما هستن همه منحصر به فردن و شما خود شمایی هم که برنامه منو داری می‌بینی منحصر به فردی، نیاز نداری برای اینکه خودتو اثبات کنی گاهی وقتا تغییراتی تو درون خودت ایجاد بکنی. تو همین جوریش خوبی، تو همین جوریش قشنگی. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. گفتم این اطلاعاتو در اختیارتون بذارم تا شما ازش استفاده بکنید. به هر حال من سعی میکنم تنها پیج من برای آشپزینی، سعی میکنم تجربیات زندگی من تو حین فیلمام به شما آموزش بدم. شاید همچین فیلمی در مورد انسانی باشه که این جراحی‌ها رو انجام داده باشه. تا حالا صادقانه تو داخل یوتیوب کسی این فیلمو نذاشته، ولی براتون گذاشتم تا شما هم آگاه بشید. دوستتون دارم. بذار از آنی بپرسم. آنی اگه بخواد یکی دندونش کرون کنه شما پیشنهاد میکنی بره این کارو بکنه؟ اگه حال حوصله تمیز کردنش رو داره آره برین. همه چی درد داره ولی ارزشش رو داره. درد داره ارزش داره. فقط زمان بره. من خودم 25 دقیقه هر شب بعد اونجا باشم فقط دندون تمیز کنم. میگم خوابمو میبره. با کتک شبا میخوابم. خوابم نمیبره. این کار رو کنی خوابت میبره. آقا دمتون گرم. فقط خواستم تجربه خودم باهاتون به اشتراک بذارم. هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.